به شما هم سرزمینان ارجمندم، دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پیش میگیریم. در برنامه امروز مثل هفته های قبل با خانم دکتر رشیدیان هستیم که بعدا معرفی خواهم کرد بیشتر، و خانم دکتر سپیده فرد پزشک که بعدا بیشتر معرفی خواهند شد. ولی در برنامه امروز همون جور که کماف سابق هم دیدید، مهندسی برنامه را آقای شهرتی به عهده دارن و خیلی هم کار کردن واقعا که ما بتونیم آماده بشیم امروز این برنامه را از همینجا اجرا بکنیم. خب، ما به شما عرض بکنم که در هفته گذشته مسئله نه به اعدام بود و نه به اعدام ما دیدیم که در واقع در یک چیزی مثل اینکه رکورد شکستیم. آمار نشون میده 75% اعدام هایی که در جهان انجام میشه ما انجام میدیم، یعنی ایران انجام میده. ما از چین هم جلو هستیم به دلیل اینکه جمعیت چین میلیاردیه، جمعیت ما هنوز به 100 نرسیده. به هر جهت اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که این باشگاه مافیای خاورمیانه همچنان با ماشین سرکوب خودش مشغوله و داره به تجاوز و کجرفتاری ادامه میده، و اونهایی هم که این کجرفتاری ها رو انجام میدن، افرادی که کجرفتاری انجام میدن پاداش میگیرن. خوب، این پاداشگیران کیا هستن؟ مثلا فرض بفرمایید که یک آدمی مثل آقای تراپور و آقای امیری در شیراز که هر کدومشون ده ها نفر به اعدام محکوم کردن و ایستادن تا اعدام بشن اینها، بعدن بهشون شغلای خیلی خیلی مهم میدادن، تازگی از قرار اون آقای امیری هم که شده مثل اینکه استاندار. خب، حالا نمیشه به اینجور افراد، کاش میتونستیم این موضوع تو بخش شخصیت و چگونگی شخصیت یه همچین افرادی شاید میتونستیم مطرح بکنیم، ولی این موضوع گذشته ازش و امروز برنامه دیگری داریم که راجع به اون برنامه صحبت خواهیم کرد. موضوع این است که واقعا وقتی میبینیم یه همچین تروری، یه همچین وحشتی رو ایجاد میکنن، واقعا وحشت اونهایی که ایجاد وحشت میکنن چی میخوان؟ مسئله اینه که چیزی نمیخوان، همه چیز میخوان. اون چیزی که همه چیز رو میخوان چگونه به دست میاد؟ با این ماشینهای پروپاگاندا، با این ماشینهایی که دروغ پراکنی میکنه، از صبح تا شب دروغ میگه، از صبح تا شب در تحمیق مردمه، در تدلیسه، و به طور کلی میبینیم که دروغگویی رو یه موقعی مردم به اصطلاح جرأت نداشتن بگن ما ملی هستیم، الان خودشون ادعای ملیت میکنن. خب این مردم میفهمن دیگه. در هر حال خیلی خیلی صحبت ها هست تو این زمینه که راجع به تظاهر و اینا هست. مثلا فرض بفرمایید که شما شنیدید که تو پرسپولیس، محلی که در یونان میدونید که سابقه تاریخی بسیار عظیمی داره، شما نگاه بکنید ببینید در پرسپولیس کسی میره مثلا نمازخونه بذاره، کلیسا درست بکنه اونجا. ما همه کاره هستیم به خدا. شما نگاه بکنید استادانی که از جیب ملت ایران پول میگیرن تا در امریکا ظاهرا تحقیق بکنن، پژوهش بکنن، یا در استرالیا این کارو بکنن. میشناسمشون، نمیخوام اسم ببرم، ولی اینا آدمایی هستن که به اسم دموکرات بودن دارن کوشش میکنن که اساس جنایت رو همچنان پایدار نگه داشته باشن. حتی شما در خود لس آنجلس نگاه بکنید، افراد به اسم جمهوری خواه مثلا، اشکالی نداره جمهوری خواه باشن، ولی باید دید این جمهوری خواه چی میگه، چه چیزی رو ترجیح میده. آیا این جمهوری‌ها ترجیح میده که ملت ایران در فقر و بدبختی و بیچارگی باشن،
یا اینکه این جمهوری خواه ترجیح میده به این که مملکت اول مملکت باشه، ملیت وجود داشته باشه، بعد ایشون تصمیم بگیری که چی میخواد. ببینید ایناست. من بسیار بسیار راجع به این موضوع واقعا احساس اندوه میکنم که چرا ما به فکر ملت ایران به اون صورتی که باید باشیم، این گرسنگی، این فقر، این بی آبی، بی غذایی، و چگونه میشه اینها از جیب ملت ایران، از گلوی ملت ایران کشیده بشه و تزریق بشه به جاهایی که یه مش گردن کلفت بی سواد جنایتکار بذارن تو جیبشون بخورن و بخندن ریش همه ما. در برنامه امروز ما خانم دکتر رشیدیان هستن. خانم دکتر میترا رشیدیان، شما عرض بکنم، فردی است که بسیار مطالعه داره در برنامه‌ای که امروز می‌خوایم انجام بدیم و از امروز به بعد هفته‌ها شاید طول بکشه. برنامه فقط و فقط تبادل عاطفی انسان‌ها، رابطه انسان‌ها در سیاست، در اجتماع، در خانواده، در شغل، در امثال این چیزا. یه موقع هست که ما با این ارتباطات درونی داریم گفتگو میکنیم. یک گفتگوی دیگر هم وجود داره و اون گفتگو گفتگوی جسمانی هست و اساس کار امروز ما این است که این گفتگوی جسمانی در چه شرایطی چگونه اتفاق میفته، چه شرایطی باید داشته باشه، چگونه هست که ما علاقمند شدیم که بخوایم این کار انجام بدیم. دلیلش اینه که بسیاری از همون گرفتاری های مربوط به شخصیت، نابهنجاری های مربوط به شخصیت رو شما به گونه های متفاوت در هنجار شکنی های روابط دو انسان با هم دیگه از نقطه نظر جانجانی بودن، یعنی در حقیقت اینتیمیسی. اون آقایی که از آلمان به من زنگ زده بود که حتما یک کلمه هم کوشش بکنید انگلیسی نباشه، چشم، ولی ما اونه میگیم، معادلش هم اگه خواستیم میگیم. در هر حال میخواستم اول خوش آمد بگم به خانم دکتر رشیدیان، دیپلمات این عمل، دیپلمات این رفتار، دیپلمات آگاهی از نظر اینه که در دانشگاه استرالیا این پژوهش‌ها را انجام دادن. ایشون اولین کسی بود که اومد در لس آنجلس پژوهش کرد راجع به اینه که آیا پزشکا یک کلمه راجع به سکشوالیتی از راجع به جاد از زن سوال میکنن یا نمیکنن. معلوم شد نمیکنن، خودش میگه براتون. و خانم دکتر سپیده فرد، ایشون پزشک هستن. ببینید وقتی که ما میگیم پزشک هستن، یک دفعه باید به نظرتون بیاد که حالا این رابطه جسمانی قراره که از نظر بیولوژی و از نظر هورمون ها و از بسیاری جاهای دیگه مورد توجه قرار بگیره، چیزایی که ما فقط از دور دستی بر آتش داریم. خیلی خوش آمدید هر دو دوستان عزیز من، بفرمایید. خواهش میکنم. با درود فراوان، خوشحال هستم که یک بار دیگه اینجا در خدمت شما عزیزان و همه هموطنان عزیزم هستم و فرصتی به من داده شده که در مورد موضوعی که 25 سال شدم بیشتر کار کردم روش و خود من هم در حقیقت یک ماجرایی بود که وارد این قضیه شدم و چقدر خوشحالم که ادامه دادم تا به امروز بتونم این اطلاعات خودم رو در اختیار عزیزان بذارم و خوشحالم که آقای دکتر فرقی فرمودین که این مسئله هفته ها ادامه خواهد داشت، برای اینکه مسئله سکشوالیتی انسان یک پدیده بسیار بسیار پیچیده است و یکی از دلایلی که تا به امروز تابو شناخته شده به خاطر اینکه
مردم رو از اینکه بتونن این غریزه قوی که دارن، شاید قوی ترین غریزه باشه که انسان داره. به نظر من طبق اطلاعاتی که من دارم قوی ترین غریزه انسان هست. بعضیا با این مسئله مخالفن و میگن یکی از قوی ترین غریزه هاست. به هر حال اون فلسفه دان هایی مثل مایکل فوکالت فرانسوی که سکسولوژیست معروف بوده این باور رو داره که قوی ترین غریزه است. علم سکسولوژی باور داره که این قوی ترین غریزه است و منم دنبال روی اونها هستم. و این مسئله رو ما دیدیم که در طی تاریخ بشریت تابو حسابش کردن از طریقه های مختلف و حالا به اون صحبت میرسیم. و من یادم میاد زمانی که دانشجو بودم، سال اول دانشجو توی برای فوق لیسانس که میخوندم، دیدم که به من کلاینت هایی که میدادن همیشه وقتی که میرسیدیم سر مسائل جنسی دیگه صحبتی نمیشد. برای خود منم تازگی داشت این مسئله. هیچ وقت من به مسئله اینکه مسائل جنسی میتونه چقدر وسیع باشه فکرش هم نکرده بودم هیچ وقت. و وقتی که اینو با سوپروایزرم مطرح کردم، در اومد به من اشاره کرد به کتابخونه دانشگاه و گفت میری اینجا، اگر جواب سوالتو پیدا کردی که کردی، اگر نه این سوال تحقیقات خواهد بود تا آخر عمرت. و دقیقا هم همینطور شد. و وقتی که من متوجه شدم تحقیقات به خصوص در مورد مسائل جنسی و ارزش اون، معنویت های اون، آشنایی اون در جامعه ما ایرانی ها چقدر محدود هست، و در اون موقع که من رفتم دنبال این سوال، کوچکترین جزوه، کوچکترین مطالعه‌ای، به اصطلاح آرتیکلی، چیزی در این مورد ایرانی ها من اصلا ندیدم. پس به جرئت میتونم بگم که جزء اولیا هستم که این کار رو شروع کردم. و از اونجا بود که با علم سکسولوژی آشنا شدم. و همونطور که اشاره کردین، شما لطف کردین، بله، اولین کسی بودم که تحقیقاتی در مورد پزشکان ایرانی در آمریکا انجام دادم که آیا در مورد مسائل جنسی با مریضاشون صحبت میکنن اصلا. و جوابش این بود که مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حتی تعلیم و تربیت در دوران که به مدیکال اسکول میرن، اینا شاید در مجموع بین 12 تا 20 ساعت مکسیموم در توی 4 سال مدیکال اسکول بیشتر روی مسائل جنسی تمرکزی نمیشه. و اگرم که میشه مربوط به تولید مثل است و نه بیشتر، و اینکه سلامت جنسی مثل بیماری های مقاربتی، ولی خیلی از مسائل های دیگه اصلا مطرح نمیشه. و پزشکا هم خودشون دچار همین فرهنگ، دچار همین محدودیت ها، دچار همین مشکلات هستن. و در نتیجه قسمت اعظم مسائل جنسی اصلا مطرح نمیشه و همونطور تابو میمونه. و ولی خب تحقیقات به اونجا ختم نشد و من همچنان دارم روی این مسئله کار میکنم. خوشبختانه راههایی برای من باز شد که من الان در دانشگاه لامالیندا میتونم اینو ادامه بدم. و بسیار از این بابت خوشحال هستم و به زودی انشالله نتایج مراحل بعدی هم به اطلاعتون خواهد رسید. ولی در اینجا بهتر ما یه نگاهی بکنیم به این که اصلا سکشوالیتی انسان یعنی چی و اصلا کلمه سکس یعنی چی و به چه فرمی اینا اصلا استفاده میشه در اجتماع. یعنی به نظر من اگر که ما بتونیم از پایه و اساس شروع بکنیم، برای اینکه خیلی ها من میبینم، حداقل در کار خودم، در محدوده‌ای که من کار میکنم، میبینم که چقدر اطلاع در مورد اینکه سکس و سکشوالیتی یعنی چی بسیار بسیار محدود هست. ولی انسان ها از روی غریزه سکس رو میشناسن، که در حقیقت سکس به عنوان عمل جنسی ازش یاد میشه. ولی تعریف سکس، البته اینو من اینجا از سازمان جهانی هلت کمک میگیرم، World Health Organization، و از تعریف اونا استفاده میکنم برای امروز. وقتی که ما میگیم سکس، در حقیقت سکس به اینکه جنس مرد و یا جنس زن هست اشاره میشه، اینکه یکی مرد به دنیا میاد، یکی زن به دنیا میاد.
و منتها خب میبینیم که وقتی که صحبت از سکس میشه در حقیقت رفرنسش اشارش به رابطه جنسی است. و به طور کلی میرسیم به اینکه اصلا سکشوالیتی یعنی چی. علم سکسولوژی سکس رو یک پدیده بایو سایکوسوشال میشناسه، یعنی سه تا در کاتگوری بیولوژی هست، روانشناسی هست و اجتماعی فرهنگی، که این اجتماعی فرهنگی ما الان شامل سنت هست، مسائل سیاسی هست، اقتصاد هست، مذهب هست و هم که این که تاریخ چجوری روی این مسئله تاثیر گذاشته، رفتار هست، باورها هستش و به طور کلی انسان در این قالب ایدنتی خودشو، برخورد خودشو، تجارب خودشو، فانتزیاشو، اکسپریانسشو، اینا رو چجوری ارزیابی میکنه. و این تعریف World Health Organization هست در مورد Human Sexuality. و میبینیم که الان که خودمون در اجتماع، فرقی هم نمی کنه چه اجتماعی ما داریم نگاه می کنیم، چه در ایران خودمون، چه در آمریکا، چه در اروپا، می بینیم که بسته به این که محیط چه برخوردی به مسئله جنسی و سکشوال رفتارهای جنسی داره، شدت بیان یا می تونه کمتر و محدودتر باشه یا می تونه آزادتر و راحتتر بیان بشه. و همچنین می بینیم که در کادر پزشکی هم همین مسئله تأثیر میذاره، که من اینجا مثلا از مریضای خودم میفهمم، از کلاینت هم میان میگن که حتی اگر پیش دکتر زنانشون هم میرن، باز هم اونجا نه سوالی میشه و نه خودشون فکر میکنن راحتن که مشکلات جنسیشون رو مطرح بکنن. بنابراین میبینیم که این محدودیت ها باعث میشه که افرادی هستن که حتی به مشکلات خودشون نگاه نمیکنن و دنبال این که آگاهی پیدا بکنن هم نمیرن، برای اینکه اون تابو بودن یا اون شیم اند گیلت، احساس گناه و احساس خجالتی که مذهب میاره روی این مسئله میذاره، قوانین اجتماعی میاره روی این مسئله میذاره، محدودیت های اجتماعی، و بدون اینکه آگاهی بدن که این مسائل چرا وجود داره، چرا این محدودیت ها وجود داره، فقط اینکه بیان بگن که سکس بد، حرفشون نباید زد، در صورتی که یک پدیده ایه که ما از بد و زندگی که به دنیا میایم تا زمانی که میمیریم ما انسان‌های سکشوال هستیم، فرقی نمی‌کنه یه روز عمرمون باشه یا 100 سال عمرمون باشه، ما این پدیده رو احساس می‌کنیم، چه زن چه مرد. حالا می‌تونه اورینتیشنمون فرق بکنه، می‌تونه آیدنتی فرق بکنه، همه اینا می‌تونه تفاوت باشه، که امیدوار هستم در طی هفته‌های آینده بیشتر بتونیم به هر کدوم از این قسمت‌ها تک تک برخورد بکنیم و یک مجموعه آگاهی خیلی وسیع، خیلی سالم و خیلی گسترده رو بتونیم در اختیار هموطنان عزیزمون بذاریم. بسیار بسیار عالی بود این مقدمه خیلی خیلی به اصطلاح گسترده و آگاهی دهنده. من میخواستم خانم، ببینید صحبتی که کردید یه بخش خیلی مهمه قضیه راجع به مسئله فرهنگ، حتی منطقه جغرافیای وجود انسان، یعنی این بنده در کجا متولد شدم، در کجا بزرگ شدم، چگونه بوده. من میخواستم خانم دکتر، فرد که پس از پایان تحصیل از شهر بزرگ تهران به جنوب ایران رفته، این مسئله تفاوت ارتباطی رو، نمیخوایم بگیم که حالا دیتیل قضیه چی بوده، به طور کلی مسئله فرهنگی این موضوع رو بتونیم یه مقداری بررسی بکنیم. بفرمایید جونم. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر رشیدیان و همه بینندگان عزیزمون، خوشحال هستم که میتونم در خدمتتون باشم. در مورد سوالی که فرمودین،
خب ببینید، واقعا وقتی که ما از شهرهای بزرگ یا شهرهایی که به نسبت بازتر هستن، وقتی که میریم به سمت جایی که مناطق کوچکتری هستن، جامعه کوچکتری هستن، به وضوح این مسئله تفاوت در واقع مردم و افراد رو در صحبت کردن و بیان در واقع مشکلات جنسیشون ما مشاهده میکنیم. قبل از هر چیز من اینجا تشکر کنم نسبت به صحبتی که خانم دکتر رشیدیان کردن در رابطه با پزشکان که در واقع دیدن که در واقع اونجور که باید به مسائل جنسی در گرفتن شرحال از مریضا توجه نمی کنن رو. من هم با اینکه پزشک هستم با این قضیه موافق هستم و فکر می کنم که بیشترین مشکل این قضیه در این سیستم آموزشی ما هست متاسفانه، که دقیقا خانم دکتر هم اشاره کردن توی سیستم آموزشی متاسفانه اونطور که باید در واقع به این مسائل پرداخته نمیشه، به لحاظ جنبه روانیش، به لحاظ جنبه شرح حال گرفتنش، کمایی که متاسفانه ما وقتی که میریم توی در واقع دانشکده پزشکی، استادای خودمون هم دقیقا همینطور هستن. یعنی دقیقا این مسئله فرهنگی کاملا غالب میشه به حتی این سیستم آموزشی متاسفانه. قطعا داره روز به روز بهتر میشه واقعا، ولی خب خیلی فکر میکنم واقعا زمان میبره تا اینکه کاملا این مسئله رفع بشه. و اما در رابطه با سوالی که فرمودید، خب وقتی که اون زمان که من رفتم در واقع توی روستاهای جنوب کشور، حالا چه استان هرمزگان و چه استان خوزستان، خب این قضیه خیلی خیلی جدی دیده میشد. ببینید متاسفانه ما الان داریم صحبت از این میکنیم، ولی متاسفانه باید بگم که من کم نبودن مریض‌هایی که در بعضی از نقاط، در بعضی از روستاها، البته به صورت محدود، برای یه معاینه ساده هم در واقع یه سری محدودیت ها وجود داشت، حتی برای گرفتن یه فشار خون. حالا من نمیخوام خیلی این قسمت رو باز کنم اینجا، ولی یعنی میخوام بهتون بگم که یعنی فکر کنید یک سری چیزها که در واقع خیلی عادی و نرمال میتونه باشه توی شهرهای بزرگ، وقتی یه جامعه خیلی کوچیک میشه در واقع خیلی سخت میشه. مریض راحت نیست، یا متاسفانه پیش میاد که مریضی باشه که گرفتن یه فشار خون، یه معاینه ساده توسط پزشک رو به تعبیر دیگه‌ای داشته باشه. خب ولی وقتی که در واقع راجب پرسیدن، در واقع به سوال پرسیدن میرسیم در مورد این مسائل، خب خیلی باز وقتی که مشخصا اشاره میکنیم به مسائل جنسی و بخوایم سوال پرسیم، خیلی 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 سخت میشه قضیه. خود مریض معمولا خیلی اصلا راحت نیستن بگن، یا ترس دارن، واهمه دارن از اینکه این قضیه رو مطرح کنن. و خب واقعا این وظیفه پزشک هست که یه محیط در واقع راحت و امنی برای یک فرد ایجاد کنه که بتونه این مسائل رو باز بکنه. ولی جدا از اینکه پزشک چقدر بتونه اون محیط رو برای اون فرد ایجاد کنه، خیلی مسئله باز فرهنگی وسط میاد. شما فرض کنید که من یادم هست که یه دختر خانم 16 ساله‌ای بود، متاسفانه اومده بود پیشم. خب همیشه میومد و از قبل میشناسمش، یه مقدار با هم خدا رو شکر راحت بود و داستان در واقع تعرض جنسی که بهش شده بود رو تعریف کرد، ولی واقعا میترسید اصلا از این که بخواد خانواده‌اش بفهمن برخورد بقیه توی روستا باهاش چطور خواهد بود، و عملا دید مردم اطراف اون جامعه، یعنی پذیرش واقعا این مسئله رو نداشتن. متاسفانه ما میدونیم وقتی داستان تعرض جنسی به وسط میاد، همیشه اون فرد قربانی در واقع احساس شرم بهش دست میده و خیلی وقتا متاسفانه گناهکار اون شناخته میشه. پس یعنی میبینیم ما خیلی خیلی این مسئله ای هست که جای کار داره. حتی یه وقتایی متاسفانه خانوم ها اگر که مشکل در قاعدگی خودشون داشته باشن، حتی میبینیم خیلی سخت هست براشون بگن. یعنی میخوام بهتون بگم که از چیزهای، از مشکلات خیلی ساده جنسی بگیرین تا اون پیچیدهش، همیشه متاسفانه این قضیه سخت هست، ولی ما این سختی رو در جاهای خیلی محروم به مراتب بیشتر میبینیم. و میگم باز هم این نیازمند این هستش که ما به عنوان پزشک سعی کنیم که بیشتر در واقع محیط رو برای افراد مهیا کنیم، امن مهیا کنیم که بتونن صحبت بکنن. بعد از این طرفی آموزش وسیعی نیاز هست این وسط، تا در واقع دید فرهنگی از اون سمتی که نیست حرفشو نزن در واقع تغییر پیدا کنه، شیفت پیدا کنه به اینکه اوکی، این مسئله جنسی هم مثل هر پدیده دیگه، مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، مثل بیماری هایی که راجع بهش صحبت می کنیم،
هیچ اشکالی نداره، میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. بله، نکته بسیار جالب در تجربه که داشتید. من فکر میکنم که به همین صورت که اشاره کردید، یه نکته میاد جلو توی ذهن انسان، اون کلمه آزادی است. کلمه آزادی ما رو هر چقدر هم آزاد بکنه که میکنه، بازم میبینیم در یک کشوری مثل امریکا، در جایی که تمام مردم حق دارن رئیس جمهورشون بیان بگن که آدم بی‌عرضه‌ایه، مثلا بیان تو تلویزیون میگن، نه کسی اونا رو میکشه، نه تیرباران میکنه، نه توف میندازه تو صورتشون، هیچ کارشون نمیکنن، بلکه خوشحال میشن ببینن که دلیل بی‌عرضگی چی بوده که بعدن یه آدم با عرضه بذارن سر کار. ولی نکته مهم از نقطه نظر اینه که ما تا چه اندازه میتونیم زبون باز بکنیم. صحبت رو برمیگردونم به مسئله باورها که قبلا اشاره کرد خانم دکتر رشیدیان. مثلا به عنوان مثال، من نمیخوام واقعا زود بگم که زودتر میخوام خانم رشیدیان صحبت بکنه، در جزایر مالزی یه قومی بودن مثلا این با تابلو شیپور و اینا توی جنگل ها، وقتی رفتن مطالعه کردن دیدن رابطه زن و مرد و اوپننس یعنی باز بودن، آزاد بودن در بیان احساسات، آزاد بودن در اینی که چگونه میخوان با همدیگه رفتار بکنن، بلا فاصله بعد از زمانی که لازم باشه، حالا من دیتیل قضیه رو نرم، دیدن درست در جزایر مالزی دختر و پسر با هم دیگه همون جور معاشرت میکنن که در امریکا دارن میکنن. حالا اونا رو ما یک قوم مثلا میگفتن وحشی، حالا من این کلمه رو نمیخوام، گروه های بدوی، گروه هایی که در یه جایی متولد شدن، امکاناتی نداشتن توشون آدم ها همونقدر، ولی هوش جمعیشون اونقدر بوده که وقتی دختر و پسر به یه سنی میرسن که قراره که بهرمند بشن، که قراره که حالا اونجا که نه رابای هست، نه پریست هست، نه آخوند هست، نه مبلغ مذهبی هست، اصلا مذهبی وجود نداره به اون صورت، یه نفر رئیس قبیله هست اونجا و داره کاراش انجام میده، بقیه هم به نحوی شریک هستن، حتی زندگی معمولیشون بازم یه حرف تو حرفه بر اساس پتلک، یعنی غذاهاشون هم میارن با هم دیگه جمع میکنن میذارن رو سر که خواست بخوره تا سیر بشه. بنابراین ما مواجه هستیم با اینی که آیا با چه نظام باورهایی داریم به مشکل قضیه نگاه میکنیم. مثال براتون بزنم، تفاوتی که تحقیقات دکتر رشیدیان میتونه در امریکا به وجود بیاره بی نهایت فرق میکنه با اینه که بخواد تو ایران همون نتیجه رو بخواد بده. غیر ممکنه همچین چیزی، یعنی ما از ابتدا باید آدمای اعتقاد به علم رو ارجح بر باورهای گروهی و شخصی بدونیم. هفتفیه مصنوی افتاد من کاغذ شود، بپردازیم خانم دکتر رشیدیان به بقیه داستان. خواهش میکنم. من موافق هستم با فرمایشات شما. یکی از کارهایی که من کردم که دقیقا اینو مسئله رو باز میکنه، من قبل از اینکه به تحقیقات در مورد پزشکان مشغول بشم، با خود خانمهای ایرانی من یک نراتیف استادی داشتم که با یه چندین خانم من صحبت کردم که داستانهای به اصطلاح تجارب سکشوالیتیشون رو مطرح کردن در زندگیشون، و من اینو بر سه بخش قسمت کردم که این باورها، رفتارها، احساسات و تمام مسائلی رو که سکشوالیتی یک انسان رو تشکیل میده، من اینا رو در سه قسمت
قبل از سن بلوغ، در سن بلوغ و بعد در رابطه ازدواج اینا رو باهاشون مطرح میکردم و این سه قسمت واقعا تکان دهنده بود. تکان دهنده بود از اینکه چقدر با وجود اینکه حتی ما امروزه میگیم که در ایران مسئله سکشوالیتی خیلی باز هست، ولی ما میبینیم که این مسئله سکشوالیتی در یک جو فقط به خصوصی باز هست، ولی در سراسر ایران باز نیست و این افراد از سراسر ایران با من صحبت کردن و نشون میداد که صحبت‌های اینا ثابت میکرد که چقدر اطلاعات در این مورد محدود بوده و چه باورهای غلطی حتی در مورد روابط جنسی به اینا دادن و چطور یک هیولایی از رابطه جنسی و سکشوالیتی به طور کلی برای این خانم‌ها مطرح بوده و بعد این باورهایی که اینا درست کردن برای خودشون چه فجایعی موقعی که وارد زندگی زناشویی شدن و چه محدودیت‌هایی برای اینا درست کرده و چطور نه آزادی داشتن که یاد بگیرن اصلا سکس و سکشوالیتی یعنی چی و با همون نادانی و کمدانی وارد رابطه شدن که اصلا نمیدونستن چی باید انجام بشه، چطوری باید برخورد بشه و چقدر مورد آزار و مسائل‌های دیگه شدن و چطور بعد از این که از اون روابط خودشون رو رها کردن تونستن به خودشون فرصتی بدن در مورد خودشون یاد بگیرن و چطور زندگیشون عوض شد. من یک مدت در مورد اون قبیله مالزی که شما گفتید، من یک مدت زمانی در کمپ های اب اوریجینال استرالیا زندگی میکردم به خاطر اینکه در مورد نفوذ سنت روی مسائل سکشوالیتی یاد بگیرم و اونجا هم مثل همون قبیله مالزی من آزادیایی دیدم که در محیط وسیع‌تر اجتماع ندیدم واقعا و جای تعجبم اینجا بود که وقتی که محیط یه ذره بسته تر باشه و مسائل مذهبی و فشارهای قانونی و که در مورد یا مسائل مالی و خیلی مسائل دیگه فرهنگی و اجتماعی کمتر باشه یا به وسیله افراد کمتری تحت نفوذ باشه، میبینیم که آزادی رابطه جنسی، آزادی دانش راجع به اصلا سکشوالیتی میتونه حتی بیشتر باشه و زندگی در اون قبیله ها به من نشون داد که محدودیت اجتماعی اونقدر تاثیر نداره تا اینکه باورهای اجتماعی چطور میاد و انسانها رو محدود میکنه و تحت نفوذ خودش قرار میگیره. اینجا خواستم یه اشاره بکنم، اگر کسی علاقه من هست که در مورد نتیجه کارهای من بدونه، همشون روی ریسرچ گیت هستن، میتونن برن مطالعه بکنن اگر که دوست دارن که بدونن که نتیجه های کامل به چه صورت پخش شده و چاپ شده. ولی مسئله این که ما چطور به خاطر اینکه یک اینستینکت بسیار قوی انسان‌ها رو بتونیم کنترل بکنیم، یکی از دلایل این که این کنترل شده و اینکه رابطه جنسی به طور کلی فقط در قالب ریپروداکتیو کر، یعنی که در قالب تولید مثل شناخته شده و خارج از تولید مثل رابطه جنسی در حقیقت محدود شد طبق تاریخ. و بعد که البته خب مسئله این اومد که چطور انسان ها تونستن از حاملگی های ناخواسته جلوگیری بکنن، مسئله جنسی یه مقداری آزادتر خود به خود شد، ولی در حالت خفا، نه در حالت باز. و به طور کلی چیزی که ما در ایران امروز میبینیم به عنوان آزادی جنسی در حقیقت بیشتر ریسپانس اینستینک هستش، در حقیقت جلب کمیستری هستش، نه اینکه واقعا کسی سکشوالیتی خودشو کامل میشناسه یا چقدر اطلاع داره راجع به آیدنتی خودش. و حتی اونایی که وارد رابطه های خارج از مرد و زن میشن میبینیم که چقدر تحت تاثیر مسائل قانونی، فرهنگی، مذهبی، سنتی قرار میگیرن و چطور اونا توبیخ میشن و اون آزادیایی که باید وجود داشته باشه براشون وجود نداره. پس هنوز ما میبینیم که اطلاع مردم، اطلاع فرهنگ، اطلاع جامعه به طور کلی هنوز تحت نفوذ همون سنت های صدها سال پیش، شاید هزار سال پیش، شاید بیشتر از اون هست و اینکه
از این طریق میتونن انسانها رو در یک جامعه کنترل بکنن و تابو بودن رابطه جنسی و اینکه آدم ها نذارن آزاد باشه در حقیقت کنترل انسان هاست و هر جا که بدونن که نسل باید بیشتر باشه اونو بیشتر آزاد میذارن، هر جا که میخوان یه کنترل های دیگه ای بکنن اونو محدودتر میکنن و بهترین طریقی هم که میتونن اینو محدود بکنن احساس گناه هست، احساس شرم هست و این که محدود بکنن دنیای علمو که برای مسائل جنسی کجا توجه بکنن و کجا توجه نکنن و اونو نرمالش هم بکنن. یعنی این کاملا نرماله که یه پزشک فکر کنه که وظیفهش در مورد مسائل جنسی فقط اینه که این شخص بچه سالمی به دنیا بیاره و همین، ولی اینکه یا اینکه دچار بیماری مقاربتی نشه، ولی دیگه بقیه مسائل ها رو ازش فاکتور میگیرن به خاطر مسائل های دیگه ای که در اجتماع وجود داره و این هیچ چیزی بیشتر نیست به غیر از کنترل جامعه از این طریق و اینکه چی به نفع یک جامعه است در یک مقطع زمانی. بله خب این صحبت ها همینجوری که میبینید این گستردگی که داره، ما برجد یک گوشه های از این میگیریم و به صورت یک نمونه از اون چیزی که قراره که در آینده صحبت بشه در اینجا داریم صحبت میکنیم. ببینید وقتی که صحبت از اونجایی که شما رفتید تو اون قبیله‌ای که رفتید و نگاه کردید و اینا، ببینید حتی در اون قبیله مسئله اینه که اولا تحقیقاتی که توی اون قبایل انجام شد به وسیله مارگریت مید بود، این اومد دانشگاه در حقیقت دانشکده خدمات اجتماعی ایران، زنده یاد خانم دکتر ستاره فرمانفرماییان رئیسش بود اون موقع. اون موقع این کارهای تحقیقاتی که بالاخره اونجا انجام میدادن مسئول قسمت تحقیقاتش من بودم. حالا این همه میدونن اونجا دیگه هست، اونجا توی مدارکی که اونجا وجود داره. در هر حال ببینید یه نکته خیلی مهم میداره و اون این است که وقتی که ما صحبت این سایکوسکشوال، وقتی که این مجموعه، وقتی که به جز قسمت بیولوژیش که احتمالاً خانم دکتر سویده صحبت خواهد کرد الان، ببینید این ما در حقیقت ضمن آگاهی از اینه که روانشناسی اصولا به خود برنامه رابطه جنسی و جنسیت چگونه نگاه کرده، این نگاه چی بوده، این نگاه رو فروید بهمون داد. ببینید این بچه وقتی که متولد میشه از یه مراحلی میگذره، فروید، من نمیخوام برم داخل اون قضیه الان، ولی یک چیزش خیلی مهمه و اون این است که این بچه‌ای که در یک سنی به نحوی این مسئله سکشوالیتی اهمیت پیدا میکنه براش و به نمایش میذاره، به دلیل اینه که هنوز یاد نگرفته که این یک چیز هست که نباید در حضور دیگران باشه. یک خانم یه موقعی زنگ زد به من که این بچه من، این دختر من همینجور مرتب با خودش بازی میکنه. گفتم تنها چیزی که میتونی بهش بگی بگی این کار جلوی همه خیلی کار خوبی نیست، این تنها چیزی که میتونی بهش بگی، چون این قضیه رو نمیتونی از بین ببری. یا در مورد پسرت همینجور، این است که چی اتفاق میفته. بسیاری از این ابیوس ها، این آزارهایی که این بچه ها میبینن به دلیل بدآموزیه که ما انسانهای بالغ نداریم که بدونیم یک همچین چیزی رو. اگه یه بچه میاد و عمو جان از راه میرسه و خودش بهش یه مقدار تماسش زیاد میکنه، این نباید برای او چراغ سبز باشه که ادامه بده این مسئله ره، باید به گونه دیگری باش رفتار بکنه.
باید به مادرش بگه این بچه مثل این که خوب توی سنی است که نیاز داری این کار بکنه، بنابراین شما باید مواظبش باشید، که مادر یه مقداری مواظب باشه، پدر مواظب باشه، و علاوه بر اون ما مواجه هستیم با بسیاری از چیزهایی که مسئله خانواده رو درگیر میکنه به صورت بی نهایت مهم در چگونگی ارتباطات جنسی بچه ها در آینده. یعنی این بچه ها در آینده میتونن رابطه جنسی رو یک رابطه آسمانی، عاشقانه، صمیمانه، دوستانه، مهربانانه، همینجور بگید اونجوری میتونن پیدا بکنن، یا میتونن فکر بکنن که یک کار خیلی بد زشت غیر اخلاقی فلان دست بزنن پشت دست بچه نکنی دیگه از این کارها و فلان. این بچه ها رو از روز اول بهشون یاد بدن که نسبت به مسئله جنسی نگرش منفی داشته باشن. خدا نکنه که نسبت به جنسیت نگرش منفی داشته باشن. اینا تو شخصیتشون هزار جور بدبختی سر مردم در میارن. ما میتونیم جامعه رو از این راه شاد بتونیم بهتر تصحیحشون بکنیم. خب من بسمه. شما خانم دکتر سپیده عزیز بگو ببینم که وقتی میرسیم به این قضیه و بالاخره این بچه توی این سن چی باعث میشه که یه بچه این حالت داشته باشه به این صورت بعد یه دوره لیتنسی که خیلی خیلی خوب میدونید و بعد از 6 سالگی متوقف میشه تقریبا که دیگه این کار نکنه یا خیلی مسلمه. میخوام اینه صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید اگر اجازه بدید بیایم اول یه نگاهی بکنیم کلن به این که این سیستم در واقع تولید مثل، این سیستم هورمونای جنسی و اینا در واقع چه چیزهایی این وسط نقش بازی میکنن. ببینید اول اینکه ما دوست دارم اینجا اشاره کنم که ببینید یک سیستم بسیار پیچیده‌ای هست همونطور که میدونید که تمام اینها باید تک به تک جز به جز درست کار بکنن تا بتونه که در واقع تا فرد بتونه یک رابطه جنسی سالم داشته باشه، تا فرد بتونه باروری داشته باشه، تا فرد بتونه روابط موفقی داشته باشه، و هر کدوم از اینها که مشکل پیدا کنن از همون بعد به تولد تا آخر عمر فرد خب عوارضی داره. ببینید مثلا شما فرض کنید که ببینید یک قسمت از دستگاه سیستم عصبی مرکزی هست که باید، یعنی مغز و نخاع باید سالم باشه، دستگاه سیستم عصبی محیطی همینطور درگیر هستش، یک سری غدایی توی بدن ما هست به نام غده آدرنال، غده آدرنال یا غده فوق کلیه که اون بالاخره اون هم تأثیر داره توی تکامل سیستم در واقع جنسی و تناسلی، و از طرفی خب خود سیستم جنسی و تناسلی خانوم ها و آقایون هستش که دوباره مثل تختان، مثل بیضه ها، اینها همه باید یک مجموعه زیادی هست که اینها همه با هم باید درست کار کنن تا فرد در واقع بتونه یک سیستم سالم و نرمالی داشته باشه. این وسط حالا اگه از همون بعد به تولد هر کدوم از اینا دوچار مشکل بشن، مشکلات شروع بشن، حالا من بیشتر به جنبه بیولوژیکال قضیه اشاره میکنم. ببینید مثلا فرض کنید که فردی که تازه به دنیا میاد شاید توی این سیستم خیلی کمتر غده فوق کلیه رو به صورت کلی توی جامعه شنیده باشیم که نقش داره، حالا فرض کنید، ولی اگه همون غده فوق کلیه درست کار نکنه، همون اول بچه که میخواد به دنیا بیاد اندام تناسلیش درست شکل نمیگیره و اصطلاحا میگن مبهمه، یعنی نه شکل اندام تناسلی خانومه نه شکل اندام تناسلی آقا هستش، ولی بعد دوباره از اون سمت دیگه ژنتیک فرد هستش که باید در واقع درست باشه که اون فرد در واقع به لحاظ سیستم تناسلی نرمال باشه، و در کنار اینها خب یک مجموعه فعل و انفعالاتی صورت میگیره به لحاظ بیولوژیکال تا اون سیستم تکامل پیدا کنه. اگه بخوایم فقط امروز در واقع من میدونم که وقتمون هم محدود هست، من قسمت هورموناشو فقط یه اشاره‌ای بکنم خدمتتون. ببینید توی دستگاه عصبی مرکزیمون توی مغزمون در واقع ما یک هورمونی به نام گونادوتروپین ترشح میشه که این گونادوتروپین خودش
تأثیر داره و میاد باعث ترشح دو تا هورمون دیگه از یک قسمتی از مغز میشه به نام هیپوفیز به نام های هورمون LH و FSH یا لوتئینیزه کننده اگه بخوایم به فارسی بگیم و هورمون تحریک کننده رشد فولیکول. و میبینید پس میبینید اول یک هورمون گوناتوتروپین باید درست در واقع ترشح بشه، بعد بیاد باعث ترشح هورمون در واقع لوتئینیزه کننده و تحریک در واقع رشد فولیکول بشه، و بعد این دوتا هورمون میان چیکار میکنن؟ میان در واقع توی سیستم تناسلی خانوم آقا اثر میکنن، توی خانوم ها در واقع اون هورمون تحریک کننده رشد فولیکول باعث میشه که اون فولیکول های تخمدان که حاوی در واقع تخمک هستن شروع کنن رشد کردن، و همینطور بعد و اثری که میذارن و از اون بر لوتئینیزه کننده تحریک میکنه تخمدان ها رو که استروژن ترشح کنه. بعد در کنار این دوباره میبینیم توی این سیستم اون هورمونی که در واقع میاد روی تخمدان اثر میکنه و باعث افزایش در واقع رشد فولیکول ها میشه، از یه ور باعث یه تولید یه هورمون دیگه به نام اینهیبین میشه، و این اینهیبین خودش برمیگرده و میاد هورمون در واقع تحریک ترشح فولیکول رو مهار میکنه. و یعنی میبینید یک سیستمی که اینا همه به هم ارتباط دارن، کافی یکیشون درست کار نکنه کل سیستم به هم میخوره. و در کنار این چه اتفاقی میفته؟ در کنار این استروژن شروع میکنه تولید کردن و اون لوتئینیزه کننده دوباره شروع میکنه همینجور زیاد میشه، تا جایی که چه اتفاقی میفته؟ اون فولیکلی که رشد کرده توی تخمدان پاره میشه و از اون تخمک آزاد میشه، و اون بقایای اون فولیکل شروع میکنه یه هورمون دیگه ای به نام هورمون پروژسترون تولید میکنه، که در واقع بیاد اون پروژسترون شرایط رو برای یک بارداری در رحم مادر آماده بکنه، و خود اینها دوباره سطح استروژن سطح پروژسترون دوباره در واقع باعث تأثیر روی ترشح گونادوتروپین ها لوتئینیزه کننده میذارن، و از طرف توی آقایون دوباره اون هورمون لوتئینیزه کننده مثلا میره باعث افزایش ترشح تستوسترون میشه، و در بین اینها ما هورمون در واقع غده فوق کلیوی آدرنال رو داریم که برای خودش اون دوباره یک سیستم جداگونه ای داره و در قسمت مدولای قسمت مرکزیش یک سری هورمون های جنسی به خصوص از نوع به حساب آندروژن ها مثل در واقع انواع مختلف آندروژن رو تولید میکنه، و اینا باید همه در کنار هم کار کنن، و هر کدوم که به هم بریزه این وسط برای فرد مشکلات متعددی ایجاد میکنه. مثلا شما فرض کنید که اگر که پروژسترون بعد از اینکه اون فولیکول در واقع تخمک خودش رو آزاد میکنه پروژسترون تولید نشه، خب اون پروژسترون وقتی که نباشه، وقتی که یه خانومی حامله میشه اون محصولات حاملگی حفظ نمیشه و منجر به سقط میشه، یا اگر استروژن درست کار نکنه فرد تراکم استخوانش رو از دست میده، پوکی استخوان میگیره، اون شکل دستگاه تناسلی اون خانوم حفظ نمیشه، یا اگه آندروژنا برن بالا دوباره از اون طرف توی خانوم باشه باعث افزایش رشد موهای زائد میشه. یعنی این سیستم خیلی خیلی سیستم پیچیده‌ای هست، هر کدوم از این هورمون‌ها واقعاً فواید خودشون رو دارن، ولی اگه یک مقدار از اون تعادلی که دارن به هم بخوره کلاً در واقع تأثیر میذاره، در واقع اگه در بعد به تولد باشه روی رشد ویژگی‌های در واقع ویژگی‌های جسمی فرد، و همینطور در آینده هم بعدن اگر این هورمون‌ها خوب تنظیم نباشن علاوه بر اینکه روی ویژگی‌های جسمی فرد اثر می‌ذارن قطعاً روی میل جنسی فرد هم اثرگذار هستن. حالا من نمی‌دونم وقت داریم که من باز بیشتر این صحبت رو باز کنم، چون خیلی این داستان بله. هورمون‌ها خیلی جای صحبت بله. داره واقعاً طولانیه. خب به طور کلی فهمیدیم که مولکول‌های عشق از کجا میاد، یعنی چطور میشه. حالا در هر حال انشالله در بحث‌های دیگه در ارتباط با یه چیزایی میتونیم همون یه تیکره که خانم دکتر رشیدیان صحبت خواهد کرد بتونیم اونا رو مربوط بکنیم با هم دیگه، چون اینجوری واقعا یک کلاس خیلی خیلی فشرده‌ای بود که این کلاس فشرده یاد کسی به اون صورت نمیمونه، ولی اون برجت خانم دکتر رشیدیان قراره که 5 دقیقه وقت داشته باشیم، این 5 دقیقه ره از 4 دقیقه شما صحبت بفرمایید جانم. خواهش میکنم. من خیلی خوشحال هستم که خانم دکتر سپیده این مسائل هورمون رو مطرح کردن و به جزئیاتی که اشاره کردید بسیار بسیار حیاتیه در مورد اینکه ما
نقش بیولوژی رو در روابط جنسی در هیومن سکشوالیتی اصلا بشناسیم که ببینیم که این یک چیزی نیستش که یک شخص تصمیم بگیره که یه آدم سکشوال باشه یا نباشه و اینکه پدر مادرها میان روی دست بچه میزنن و بهش میگن که دست نزن کارت زشته اینا کاملا نشون دهنده اینه که خود اون پدر مادر چقدر اطلاعات بسیار بسیار محدود و شاید هم هیچی در مورد سکشوالیتی نمیدونه و ما امروز میبینیم که حتی یه بچه 3 روزه میتونه لوبریکیشن داشته باشه. پس بنابراین صحبتایی که شما کردین کاملا درسته. ما از بعد به تولد این هورمونا هستن، این هورمونا فعال هستن و چقدر بهتر هستش که ما لازم نیست پزشک باشیم که به این جزئیات بدونیم، ولی بدونیم که سکشوالیتی انسان و پدیده بیولوژی تحت شعاع قرار میده و این چیزی نیستش که ما بتونیم اینو از انسان ببریم و ازش کنار بذاریم. و در مورد بچه ها که آقای خیلی بد به شما عرض بکنم که صحبت هایی که خانم دکتر رشیدیان داشتن انجام میدادن راجع به این بود که به طور کلی ما متوجه بشیم که هورمون ها در زندگی روزانه ما، در زندگی جنسی ما، در زندگی ارتباطات ما بی اندازه میتونن به اصطلاح اثرگذار باشن. و این مسئله من یاد یک شعری میندازه از آقای توماچ که میگه برای یک زندگی معمولی، برای تو خیابون رفتن، همدیگر را بوسیدن. ببینید اینا زندگی های معمولی، زندگی که انسان رو میتونه اینجور پیوند بده به جای دیگری که بتونه این هورمون رو، حالا من شرایط محیطی رو خیلی قبول خانم دکتر سپیده که تمام اینا خیلی خیلی واقعیه، ولی میخوام ببینم در شرایطی که چنان قدسالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، یعنی اون مولکول عاشقانه نمیتونه، اکسیتوسین نمیتونه به موقع خودش ترشح بکنه، اگر ما واقعا در شرایطی باشیم که اون شرایط اجازه یه همچین پروازی رو به ما نده. ما وقتی که در شرایط خشم، در شرایط ناراحتی، در شرایط گرفتاری هستیم واقعا نمیتونیم. متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. من میخواستم که خیلی تشکر بکنم از خود شما خانم دکتر سپیده که این مسئله رو مطرح کردید، از خانم دکتر رشیدیان که واقعا توی این قضیه سنگ تمام اونهایی است که رفتن و تحقیق کردن و کار انجام دادن توی این زمینه، و سپاسگزار باشم از آقای شهرتی عزیز که مهندسی برنامه رو به عهده گرفتن، خانم دکتر نقوی به جناب مهندس شجرم امروز تشریف آوردن. ما خیلی خوشحالیم، انشالله همیشه این کار بکنن. روز روزگارتون خوش و شاد بمانید.